بچه سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ چه خبره؟ چیکارا میکنین؟ خدا رو صد هزار مرتبه که همه خوبیم. بچه امروز اومدم در مورد خرید کندو بگم، چون میدونم سوال فوق العاده پرتکراریه. بچه‌هایی که با ما آشنا میشن تو کانال یوتیوب ما به ما لطف دارن، از ما سوال میپرسن که ما میخوایم بریم کندو بخریم، چجوری کندو بخریم، چیکار کنیم، چه خاصیتایی باید کندو داشته باشه موقع خریدن. بچه اولین کاری که شما موقع کندو خریدن باید انجام بدین اینه که یه دونه زنبوردار مطمئن پیدا کنین که برین ازش زنبور بخرین. قطعاً دور و بر شما اگه بچرخین، اگه بگردین، اگه تو این ایستا، بالاخره یه زنبوردار مطمئن که خیلی زیادن، زنبوردارا همشون آدمای باحالی هستن، میتونین برین ازشون بخرین. بعدش اولین نکته که برای موقع خریدن کندو باید رعایت کنین اینه بچه یه ذره اطلاعات زنبوریتون رو ببرین بالا. مثلا بیاین یه ذره سرچ کنین تو اینترنت، تو فضای مجازی، تو اینستاگرام، یوتیوب سرچ کنین، یه ذره از زنبورا یاد بگیریم که چیکاری زندگی میکنن، اصلا کندوها چی هن، کندوها چی نیستن و چه رفتارهایی داره. اینا رو یه ذره یاد بگیریم، یه ذره اطلاعات دستمون میاد، میدونیم که چه نژادی بخریم، چه نژادی نخریم، چه نژادی برای اینجاست، چه نژادی برای اینجا نیستش و خیلی مهمه. پس اول یه ذره اطلاعات کسب کرد. دومی مسئله اینه که بچه ها اگه میتونین یه دوستی که یه ذره اطلاعات زنبوری داره یا یه ذره تجربه زنبوری داره با خودتون سر زنبورستان کسی که میخواییم برین زنبور ازش بخریم با خودتون ببرین که یه مقدار از اون تجربه اون استفاده کنیم. حالا نیست این دوست، شما تنهایی و میخواییم برین سر کندو، میرین اول زنبورستان چک میکنین. زنبورستان ها اصولا خیلی تعدادشون زیاده و زنبورهای خوبی دارن. اولین کندویی که به شما پیشنهاد میشه برای خرید، شما میری مثلا میگی آقا من یک کندوی 7 قاب، 8 قاب، 9 قاب، 10 قاب، یعنی از 7 قاب 8 قاب زنبور قویه، مثلا یه زنبور قوی رو انتخاب میکنین، 10 قاب، 9 قاب، اینایی که میگم برای تو وسط گرما، زمانی که تخمریزی هستش میری انتخاب میکنین. بعد یه مزایا، یه چیزایی باید داشته باشه، یعنی یه سری خصایصی اون کندو باید داشته باشه. اولین کاری که میکنین بچه‌ها، کندویی که میبینین مثلا 10 قابه، اول یه نگاه کنین ببینین رفت آمد دارن، یعنی زنبور کار میکنه، زنبور بیکار نیستش. وقتی که رفت آمد دارن یعنی نشانه سلامت کندوی. این اولین چیز. دومین چیز، در کندویی که باز کردیم، آقا پیام بذاره به جورتر بچه ها، باید یه ده قاب وقتی میگیم پر زنبور باشه بچه ها، تمام قاب هاش نگاه کن، این ده تا همه توش زنبور باشه. یعنی اینجوری نباشه که شما به شما بگن 10 تا قاب زنبوره، بعدن ببین مثلا 6 تاش زنبوره، 7 تاش زنبوره، 8 تاش زنبوره، باید تمام قاب ها پر زنبور باشه. دومین چیز، دومی نبود که سوم چهارمی بود یادم نیست، ولی خب نکته بعدی این که قاب ها باید دارای تخم روز باشن. بچه ها شما وقتی زنبور میگیره همه قاب ها نه، ولی قابی باید تخم روز، یعنی زنبورداری که میخواد به شما بفروشه باید به شما تخم روز نشون بده. ویدیو تخم روز و شفیره و شناختنم تو کانال هستش، میتونین ببینین، پیدا کنین و یاد بگیرین که تخم روز چی. وقتی بچه‌ها یه قاب وسط اینجوری برمی‌داره، یه زنبوردار به شما نشون میده، نگاه کن اینجوری، باید شفیره داشته باشه. اینا شفیره است، قطعا شما میدونین باید شفیره داشته باشه، باید ذخیره عسلی داشته باشه به شما وقتی نشون میده. این یعنی یکی از سندهای این که زنبور سالمه. شفیرهشو ببینین، تخم روزشو ببینین، تخم روزو نمیتونیم اینجا بهتون نشون بدیم، تخم روزو قبلا تو ویدیوها نشون دادیم. جمعیتو ببینین، شما هر وقت جمعیت پر جمعیت باشه، شفیره داشته باشه، شفیره سربسته داشته باشه، تخم روز داشته باشه، لارو داشته باشه، سالم باشن. اینا رو باید ببینین، تحقیق کنین، یاد بگیرین. عسل داشته باشه و خیلی مهمه. و از همه مهمتر از زنبورستانی بخرین که تجربه زیادی تو این کار داشته باشن، هنرشون زنبورداری باشه و خیلی مهمه. خواستم اینو بدونین، این اولین نکاتشه. حالا دیگه بستگی به اون تجربه اون زنبوردار و زنبورستانی که می‌خریم به نسب نجادش. بچه‌ها بعدن یه چیز دیگه می‌خواستم بگم، شما وقتی میایین سر زنبور با اون دوستمون که اومدین حالا زنبور داره، این آرامششو باید حس کنین، نگاه کنین این آرامش، این آرامش زنبور باید حس بشه. شما می‌خواید بخرین یه زنبور وحشی بومی، نژاد بومی نخرین که این آرامشو نشه. وقتی دارین باهاش کار می‌کنین هیچ کار اضافی انجام نمیده، سمت ما نمیاد، نیش نمیزنه، دستای منم لخته. حتما این نکات رو رعایت کنین، خیلی مهمه.
بچه ها وقتی بهتون نشون داد حداقل یه 10 قاب پر 7 تا 8 قاب شفیره داشته باشه، 7 تا 8 قاب شفیره داشته باشه، نه 2 تا شفیره داشته 3 تا شفیره، 7 تا 8 قاب شفیره داشته باشه، یه قاب عسل داشته باشه، روی قابا عسل باشه. برای این موقع سالا اینو میگم، برای مثلا موقع تابستونه بهاره، برای زمستون اصلا سیستم فرق کنه. برای زمستون من برای خرید زمستون یه ویدیو دیگه میذارم، ولی برای خرید تابستونه یا بهاره این خصایص رو باید حتما داشته باشه: رفت آمد، شفیره، آرامش، اینا این سه تا گزینه است. ملکه رو بهتون نشون داد شد نشون داد، اگه نشون نداد بهتون نتونستین پیداش کنی، خب ده خواب بذار سخت پیدا کردنش. باید تخم روز تو کندو باشه، اگه تخم روز نباشه یعنی یه مشکلی داره. تخم روز باید باشه، تخم روز نشانه ملکه داشتنه. قبلش اگه برین بشینین کنار زنبوره یه لحظه نگاه کنین رفت آمدش چجوریه، خوب باشه، سلام باشه، نگاه کنین یه آرامش رو نگاه کنین. من باستم کتا زنبوری بخرین آروم باشه که دلزده نشین. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم، دم همگی گرم. بیا علی.